بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين در بحث های گذشته اشاره شد به زیارت و ویژگی های زیارت و اینکه زیارت عهد و است. امام و او کسانی که به زیارت سید و صلوات الله علیه میرن در حقیقت وفای به این عهد و پیمان میکنن و حقوق واجبشون نسبت به امام حسین صلوات الله علیه رو اجرا میکنن نه تنها زیارت بلکه در کنار این زیارت بازسازی قبور اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین مطرح است و خود بازسازی با این زیارت پیوند عمیق خورده در طول تاریخ خیلی از افراد بودن که زائر ابی عبدالله الحسین شدن زائر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شدن و همین زوار به باسازی قبور اهل بیت و بنای بقعه و بارگاه بر سر قبور اهل بیت موفق شدن همین عبارات و همین عنوانها در روایات منعکس شده و اهل بیت مدح میکنن اونهایی رو که هم به زیارت میان به زیارت ابو الله تعهد دارن به زیارت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین تعهد دارن و هم قبور اهل بیت رو بازسازی میکنن در یک روایتی ابو عابر ابو عامر تبانی میاد محضر امام صادق صلوات الله علیه و عرض میکنه آجان نظر شما راجع به کسانی که میان قبر آقا و مولانا و امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو بازسازی میکنن چیه؟ حضرت یک روایت بسیار زیبایی رو در جواب به ابو عامر بیان میکنن که این زیارت حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است و اون روایت این گونه است که حضرت فرمودن یا ابو عامر حدثنی ابی عن ابی ای ابو عامر پدرم از پدرش از جدش عن جده الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه امام حسين صلوات الله عليه ایشون روایت کردن ان رسول الله صلى الله عليه واله قال له حضرت رسول خدا صلى الله عليه واله به ایشون فرمودن والله لا تقتلن بارض العراق شما در سرزمین کربلا کشته خواهید شد اینها امام حسین صلوات الله علیه از آقا المؤمنین صلوات الله علیه روایت میکنن حضرت رسول بهشون فرمودن شما در سرزمین کربلا در سرزمین عراق قطعا کشته خواهی شد و تدفن بها و در سرزمین عراق دفن خواهی شد بعد المؤمنین صلوات الله علیه به آقا رسول الله عرض میکنن که یا رسول الله مال من زار قبورنا کسی که به زیارت قبور ما بیاد چه پاداشی داره وعمرها وَتَعَاهَدَهَا وقبور مرو تعمیر بکند و, قبور ما, و قبور ما متعهد باشه این چه ثوابی رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودن ابا الحسن ان الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنه خدا بارگاه شما و بارگاه فرزندان بقعه از بقعه های بهشت قرار داده و عرصه من عرصات ها عرصه ای از عرصات بهشت قرار داده و ان الله جعل قلوب نجباء من خلقه و صفوت من عباده تحنو اليكم خدا و خداوند قلوب برگزیدگان نجیبان خلقه خلقش یعنی چه؟ پاکان خلقش و برگزیدگان خلقش رو اینجوری قرار داده که به سمت شما اهل بیت میل میکنند و تحتمل المذلت والعذا اینا ها رو تحمل میکنند ها رو تحمل سختی ها رو به جان میخرند چه میکنند؟ فیعمرون قبورکم قبور شما رو آباد میکنند و یکثرون زیارتها و زیارت و زیارت این قبور رو زیاد میکنن یعنی به شدت میان به زیارت شما زیاد میان به زیارت شما تقربا منهم الى الله و مودتا منهم لرسوله اینا هدفشون چیه؟ لوجه الله میان به خاطر نزدیکی برای خدا و مودت پیغمبر میان یعنی عمل میکنن که به آیه مودت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربا یکی از مستاقه عمل کردن به این مایه، به این آیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن الا المودت فی القرب من اجری از شما نمیخوام جز مودت در, مورد فرزندانم و اهل بیتم اینه که قبور شما رو میسازن سختی ذلت رو تحمل میکنن مشقت رو تحمل میکنن و به زیارت این قبور میان بعد فرمودن اولئک یا علی المخصوصون بشفاعتی يا أمير المؤمنين انا كسانى هستند که مخصوصا اختصاص دارن به شفاعت من خاصا در حق اونها شفاعت میکنم الواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنه انا حوض الكوثر در من وارد میشن و اینها زوار منن فردا در بهشت یا ای هستن در بهشت به زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف میشن به دیدار حضرت اینا کیا هستن اینا کسانی هستن که زیارت میکنن قبور اهل بیت رو و با سازی میکنن قبور اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هستن اما یا علی من عمر قبورکم و تعاهدها فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس یا علی کسی که زیارت کند قبور شما را متعهد به زیارت قبور شما باشه و تعمیر کنه قبور شما را مانند کسی است که حضرت سلیمان را در بنای بیت المقدس چکار کرده یاری کرده بعد فرمودند و منزار قبورکم عدل ذلك ثواب سبعین حجتا بعد حجت الاسلام حج واجب چقدر ثواب داره کسی که زیارت کنه قبور اهل بیت رو هفتاد حج معادل حج واجب ثواب هفتاد حج واجب بهش میدن یعنی معادل حج واجب هفتاد بار ثواب و پاداش کامل و تمام به او میدهن که به زیارت قبور اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مشرف میشه و خرج من ذنوبهی از گناهانش خارج میشه حتی یرجع من زیارت کم که یوم ولدت امه مانند روزی که مادر او را متولد کرده وقتی برمیگرده از زیارت پاک شده از زیارت در چنین روزی برمیگرده پاک شده بعد فرمودن فابشر و بشر اولیاک بشارت بده و بشارت باد بر تو و بشارت بده به دوستانت یا امیر المؤمنین و محبیک پیروانت و محبین تو چه بشارتی؟ من النعیم و قررت العین از نعمت ها و نور چشمی ها چه بشارت هایی؟ چه جور نور چشمی هایی؟ به ما لا عین رأت ولا اذن سمعت نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده اینا صفات صفات بهشتی هاست نعمت هایی که در بهشت نه گوشی شنیده وصف اونها را نه چشمی دیده اونها را اینا خاص خاص این افرادی که به زیارت شما میان ولا خطر على قلب بشر اصلا تصور نمیتونن بکنن این نعمت ها را و این روشنی چشم رو ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم یه افراد پست و فرومایی هستن که اینها زوار قبر شما رو تعییر میکنن تمسخر میکنن سرزنش میکنن کما تعیر و زانیت و به زنای ها کما این که زن بدکاره رو برای فعل قبیح و زشتش سرزنش میکنن یعنی برای اونها زیارت قبر اهل بیت به اندازه فعل زشت این زن بدکاره زشت و ناپسنده اینا اینجوری هستن اینا حساله هستن این افراد پست افراد فرومایی هستن که اینجوری فکر میکنن اولائک شرار و امتی اینها بدترین امت من هستن لا انا لهم الله شفاعتی ولا يردون حوضی خدا شفاعت من رو نصیب اینها نکند و اینها را بر حوض کوسر بر من وارد نکند اینا اینجور پست و فرمایی هستن که اینجور سرزنش میکنن زیارت قبور تعهد به قبور ساختن قبور اقتدا به اهل بیته اولین کسی که از اهل بیت به زیارت و تعهد و تعمیر قبور پرداخت فاطمه زهرا سلام الله علیها است ایشون به زیارت قبر عموشون حضرت حمزه سید الشهدا میرفتن از تا شهدای احد ایشون پیاده تا اون مسیر رو میرفتن و قبر حضرت حمزه رو زیارت میکردن اشک میریختن گریه میکردن با عموشون درد دل میکردن و قبر حضرت حمزه سلام الله علیه ها رو بازسازی میکردن سنگ چینشون رو درست میکردن خرابیاشو برطرف میکردن ما اقتدا به حضرت زهرا داریم حضرت زهرا سلام الله علیها از اهل بیت پیغمبره ما داریم عمل میکنیم به این که خداوند فرم... رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بعد از خودم اهل بیتم و قرآن رو بین شما به امانت میگذارم ما داریم به اهل بیت و قرآن عمل میکنیم به زیارت اهل بیت میریم و تعهد داریم و این ثواب ها ان الله به کوری چشم اونهایی که این زیارت رو حقیر می و تعییر و سرزنش می زوار رو نصیب حال ما میشه اما اونها جز خزی و خاری و ذلت چیزی نصیب حالشون نمیشه خداوند به حق ابو عبدالله حسین تمام زوار ابو عبدالله را از شر این افراد محفوظ بدارد و ما را در ثواب زیارتشون شریک بگرداند و ان شاء الله این ثواب ها را برای تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه قرار بدهد اللهم عجل لولیک الفرج والعافيه والنصر